با معذرت که متوجه شدم که برنامه قطع شد، معذرت میخوام، ولی نمیدارم که تا چی اندازه تا کجا من صحبت های خود کرده بودم. دقیقا متوجه شدم که برنامه قطع شد. به هر صورت کار نیک شده که مردم پنجشیر استادگی کردن، حالی کسان از این استفاده میکنم، کسان خود میخواهی که رهبر نشان بده با یک دانه تفنگ و با یک دانه ماشیندار در شرایط فعلی که آمریکا در اونجا حضور داره، اینا نمیتونن با این سلاح های بسیار عادی کار کنن، ولی انگیزه شان و استادگی شان قابل قدر است و امیدوار هستم کسان از این موضوع استفاده نکنن و همو هدفشان هدف نیک باشه، هدفشان در مقابل فاشیزم یا حکومت ناکارآمد و دفاع از مردم پنجشیر. امیدوار هستم که این شکل مردمان دیگر ولایت در مقابل این حکومت فاشیستی استادگی کنن و یک نظام خوب را به وجود بیارن. به هر صورت چون این نظام صرف کارهایی میکنن که به نفع طالبان و پاکستان و ردیفا باشن. اجازه بدین عزیزم که برای هی دوست ما خود یک زنگ بزنم که اگر بتانم روی خط بیارمشون. بله، درود بر شما، خوب هستین؟ خدا را شکر، خدا را شکر، ببخشید من دارم قد شده، من اونجا پشت خط هستم، به اون پیان زن 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 زن. خب تشکر، لطف کردی، خودت علاقه داشتی که در برنامه اشتراک کنی و گفتنی هایی داری، بفرمایید. بله بله، برنامه شما لایف، برنامه ما لایف است. بله، سلام به شنونده ها و بیننده های برنامه شما. اولا دوم درود به تمام عدالت خواهی که مبارزه میکنند واقعا در راه آزادی آبادی و وطن. سیوم عرض تسلیت دارم به خون و خونباری که در پروان است، این روز غم و درد اونجاست و میهنهای ما که امروز در دیده است، داغ دیده است، ما عرض تسلیت و غمشیرکی خود را بیان میکنیم. تشکر. موضوع برنامه ایست که به شکل کشی های امرالله صالح و به اشرف غنی. بله بله. بالای پنجشیر، تنها بالای پنجشیر تمرکز نیست. من منظور می است که کمی هم از شما تر صحبت بکنم. بفرمایید. درست است که اونا می خواهند همون چیره هایی که مثلا در دیدشان مثلا اینا به بهانه اینا ما یک جامعه را و یک قوم را از این طریق یک ضربه لطمه سیاسی وارد بکنه، منظورش یه است تامین عدالت منظور نیست. بعدش هم کاری نیکی کردن، ما یک فریب سیاسی خوردن. بله، باید لشکرکشی هایش در مناطق تاجیک نشین بیشتر شود به نظر من. درست. باید تاجیکان بیشتر از این دولت تنفر حاصل بکنن، یعنی دولت دشمنی آشکارش باید با این تاجیکان که مثلا مدارآگراز، باید هم دولت تا حد نهایی این کار شد به منافع و ما و شما میتونیم از این طریقه ها دریچه هایی با رئیس بیدارگری شود، بیدارگری تاجیکان شود که این دولت دوست ما نیست. ما باید دوست و دشمن خود را یک اصل دشمن سیاسی را بر تمام نسل بیدار تاجیک، هزاره، ازبک و اقوام عدالت خواهای دیگری که هستند باید اونا بدانند که در هر نقطه ای که باشه مثلا نمیتونن که از دست اینا در امان بوده باشه. باید حال دیگر یک شرایطش برای آمده که ایجاب میکنه که یک جبهه متحد، یک جبهه اساسی درست شد در شمال، در مرکز، در غرب، در جنوب، در شرق، تا دولت بداند که مردم حال دیگه بیدار شده. قرن دورای نادرشاه غدار نیست که از سرحدات قبلی بیاره ما را دیگه سرکوب بده. تا یک چیز دیگری هست میگه که تا ضربات محکم نخوری نمیدانه که ما در واقع در وسط مبارزه قرار داریم. جوانای ما زیادتر وقتی از مثلا و
به فکر ملی‌گرایی و به فریب و اونا همیش وقت در فریبی که اونا بهشان دادن که ما ملی‌گرا هستیم حال با آیسته آیسته بیدار میشن دیگر میدن هیچ ملی‌گرایی وجود نداره، هیچ وطن پرستی وجود نداره، هیچ تطبیق عدالتی وجود نداره، همه چیز بر خورد قومی و سلطوی است. کاش که بیشتر عملات در برای نقاط تاجیک نشین صورت بگیرد که از طرف دولت حساسیت به لحاظ یا در خلق شما اونجا جامعه ها بیان مثلا در حد سطحی هم بودن باشن. اونجا میدانیم ما که از دولت مثلا از دولت مرکزی که ما را جزء ملت خود نمیدانه ما میتونیم اونجا جبهه و سنگر درست بکنیم، مردم با فکر خود باشن. حرف شما درست است. ما هم گاهی به می فکر می افتم، ما دیروز با یکی از دوستا هم همین موضوع را چهار و بحث داشتم و سوال ما هی بود که چرا این همه اتفاقات، این همه لشکرکشی، این همه جنایت تنها در این مناطق که از تبار خودشان نیست صورت میگیره و چرا این همه لشکرکشی در این ولایت مثل پنجشیر و بلخ و میمنه و هرات و این نقاط هست، چرا در دیگر نقاط نیستن؟ یعنی جنایتکار اگر بگوییم یا تنها در این نقاط موجود داره که اینها آمدن تمام فشارشان در این نقطه انداختن؟ حتی از زمان یعنی ولایت استاد حتا به می شکل تمام توجه اینا و آقای کرزای همی بود که چطور ولایت بلخ استاد حتا را دور کنن و ولایت ناامن بسازن. این می یکانه چیزی هست که مردم قضاوت میکنن که نمی دولت دولتشان نیست، قضاوت میکنن که نمی دولت فاشیست است، قضاوت میکنن که نمی دولت به ضد یک تبار دیگری هست، به ضد ولایت دیگری هست، در حالی که مواد مخدر آنقدری که در جنوب خرید و فروش و کشت میشه در نقاط شمال افغانستان موجود نیست و آنقدر که سلاح در دسترس کوچی ها هست در دسترس مردم پنجشیر و پروان نیست، آنقدر که جنایت در نقاط جنوب افغانستان صورت میگیره ولی از اون نه خبری هست نه صحبت میشه نه در میدیا هست. یعنی 8 سال حکومت آقای کرزای یا 10 سال حکومت کرزای و این سال پنجم آقای غنی، اگر صدای دیگه هم میای از تلفن شما اگر از دور باشین خوبتر میشه که صدا دوباره انعکاس میکنه. خب ما یک زن نزدیک به چیستیم، عزادارای حسینی هستیم چون ما رو بلا سپیکرهای بلند بست بیرون داخل اتاق کدام صدایی نیست. خب اینال بهتر شد، اینال بهتر شد. خواستم سوالات تمامش را گرفتم، یعنی این از حرف واضح و معلوم دار است و اکثر عدالت خواهان که معلوم است و اکثر ملت افغانستان خراسان معلوم است که اینا تنها دشمنیشان با فرهنگ با قوم با این یک تبار خاصی است، نه اینا دشمنی اینا با تروریست باشه، نه دشمنی اینا با مواد مخدر باشه، نه دشمنی اینا با کسایی که تجاوزهای جنسی عرقی به داخل هر جریان داره، این موضوعات نیست، این یک موضوعی بسیار آشکاراست. این باید تمام مردم وطن اگر کسایی که چی در داخل هستی در خارج هستی موضوع را زیادتر میفهمند و اینکه تمرکز یا همو فکر تخیل اول آقای کرزایی بود که ما بتانیم همه جبه شمال را که منحل بکنیم ما را به هدفهای خود رسیدن منحل کردن، بلخ هم مثلا میخواستن که از استادت ها بگیرن و مثلا یک چهار تا بندگر خودشان اونجا بفرستن، حاکمیت شهر کنترل شهر هم اونجا داشته باشن، به هدفهای خود رسیدن. حال یک ملت تنها یک تقاومی یک دیکتاتوری در دولت روان است، دیگر اقوام به خاطر دو نفری که مثلا ما سخت داریم گفته البته یا این است یا این که از ترس آن چهار تا آمریکایی است نمیتونن بعضی از عملکردهای خود را سریع بیان کنن یا اونجا کار بکنن و ضد این دولت فاشیست، ضد این دولت دیکتاتور، ضد این دولت تکراو، بخاطر که
نه این دولت نه اعتبار دینی داره، نه اعتبار میهنی داره، این دولت نه از ماست، نه ما از دولت هستیم. این یکم واضح است، باید ما تاجیک ها، ما هزاره ها، ما ازبیک ها باید چاره رای خود را بسنجیم. چاره رای خود را بسنجیم، این جز ما باید با هم متحد شویم، بالای این سیستم متمرکز از بین ببریم، بتانیم هم که جبه ها در هر نقطه پنشیر، برخشان، بغلان، امبراب، شرق، کنر، در جایی که تاجیک نشین از جلال آباد، ما بتانیم هم در اونجا اندک اندک هرات جبه ها در خود بسازیم هم که ادا دولت ها باید از طریق راه های مدنی که نمیشه از طریق کموره های زرنی را مهار کنیم. اگر این روز چارت امریکایی در کنارش هست، ادا امریکایی هم حقیقت درک میکنه، همواری ادا امریکایی هم حقیقت درک کرده که موضوع دیگر موضوع تقویی و موضوع استبداد در بالای دیگر اقوام هست، موضوع چی هست؟ اینا را امریکایی ها مطمئن باشیم که اینا را امریکایی ها یک روز در دشتای کابل میمانند، مثل که دستای سابق شان هم بود که به دست مزدورای پاکستانی بادوان دار زده شد، چون که ما وطندار به اساس حیث وطن دوستی نمیخواستیم که وطندار چی باشه. خب این موضوعات ها بسیار است، مگر تمام مبارزین از تمام نویسندگان شاعرین به صفت یک برادر کوچیک، به صفت یک کسی که دلم به می وطن هم میسوزه، دلم به میهن هم به وطن هم میسوزه، این است که ما باید دیگه بیدار شویم. ما دیگه باید اگر قلمی که در دست داریم این قلم درمان کردیم و نمیکنه باید سلا برداریم. اگر قرار است قلم درمان ما را میکنه نیاز به سلا نیست، اما ما مطمئن است اگر ما جنس بد گرو کنیم اونجا قلم نیاز نیست، باید مقابل از او کارد و کمان داشته باشیم. چرا که هر زبان یا کارد و کمان است. درست، تشکر دوست عزیز. من قسمی که در برنامه هم گفتم که مردم ما زیادتر این مسائل درک کردن و مردم ما درد دارن، مردم ما از این دولت و از این خارجی ها هم چه توقعی نداشتن و دقیق هست که در اینجا دو موضوع رخ میده. یک موضوع از این است که منافع می شرکای بین المللی از اینا که در رأس آمریکا هست و دیگه منافع پاکستان که خودش حراس داره هستجی از حراس داره از تجزیه خودش و از پشتونهای پاکستان. تشکر دوست عزیز، ما از تلویزیون گوش کنین از اینکه در برنامه اشتراک کردین، یک جان ممنون، جان سپاس از شما. دوستان عزیزی دیگر هم که هر وقت اگر خواستن روی مسائل سیاسی افغانستان و مسائلی که فعلا جریان داره آزادانه میتونن در برنامه اشتراک کنن، قبلا تماس بگیرن و از طریق که همه که صدای دوست ما رو نشر کردیم صدای شما عزیزانه هم میگذاریم. تشکر جناب آقای اسیبلا فارسی پور، یک جهان ممنون. جهان سپاس، خیلی ممنون، زحمت کشیدیم. لطف شماست. خب دوست ما هم مثل بقیه ما درد داره، دلشان درد داره، ولی میخوایم یک موضوعی را که خدمت شما عزیزان باز هم بگذارم که شما خوب این ویدیو رو شما چندین بار دیدین که در تلویزیون رسمی افغانستان صورت گرفته، آقای کرزای شاهد است، اینمی آدمی حرف زده. دوستان عزیزان، من میخوام
که دوبای ما و شما مد نظر میگیریم. آقای شیخ زاید یک دزد دریایی بود. وقتی که انگلیس ها آمدن و در اینجا نفت پیدا کردن، با همین دزد نشستن، گفتن بیا برادر همین پینجا پینجا، تو هم خوش هستی، ما هم خوش هستی، ما نفت استخراج میکنیم، ما سیستمش هم میاریم، ما تصفیهش میکنیم، ما با فروشش هم میکنیم، شما هم از این 50% برداریم، ما هم 50% برمیداریم. بابا همین دزد دریایی شیخ زاید که امروز شما در دبی میرین میبینین و حدس زدی در تمام امارات عربی بند هست و شما هیچ بزنسی، هیچ هتلی را بدون تصویر همین شیخ زاید که دزد دریایی میگن بود نمیبینین. ولی آمد بین این کشور خدمت کرد. برای انمی عربش که حدود 50-60 هزار اینا جمعیت بیشتر ندارن، یا حال فعلا شاید شده باشه 100 هزار، برای این 100 هزار همین حمارات اینا برایشان بهش درست کرد. خب حالا این سیاست مداران ما که آنقدر میگه ما تحصیل کردیم در بیرو، در باباین امریکا تحصیل کردیم، سیاست میفهمیم، پدرم هم در سیاست بوده، مادرم هم در سیاست بوده، زنم هم در سیاست بوده، اینها چرا اینو نمیدارن که غربی ها در یک جایی که میرن اهدافشان در قسمت اول اقتصادی هست؟ خب وقتی که شما اقتصادی میفهمین یا میدانین که غربی ها در کشورهای خاورمیانه و همچنان حتی در ساوت امریکا، سنترال امریکا در قرن 18 و 19، اینا اهدافشون همین بوده که میگه یک چیزی که در اینجا هست با ما شریک هستی، اگر شریک نمیشی نابودت میکنیم. خب آن شیخ زاید دزد دریایی، شما ببینید که این دبی چی درست کرده. ولی از ما که این در قکان میان میگن ما سواد دارم و تحصیل کردیم و درس خواندیم، اینها در فکر از این هستن که چطور دیگه مردم هزبین رو بره تا خود از این صاحب چارقران شود و یا چار تا دوستش صاحب چارقران شود. آمریکایی ها به گفته راس پرو، یکی از کسانی بود که خود به ریاست جمهوری انتخاب میکرد، یک تاجر خیلی بزرگ و سرمایه‌دار بزرگ ولایت تکساس بود. آمریکا از نظر اقتصادی در آن دوران یک اندازه ضعیف شده بود. این آدم آمد میخواست خودش رئیس جمهور انتخاب کنه و یک حرف میزد، یک حرف خیلی که تا حال در فکر من هست، در کلهی من هست، میگفت که آمریکا یک بزنسمن لازم داره، یک سیاستمداری که بزنس بدانه و این کشور و مردمش زندگی بده. به اون لحاظ در افغانستان عزیز ما هم یک انسانی لازم داریم که کلی بزنسی داشته باشه و دنیای غرب بدانه، سیاست غرب هم بدانه که غربی ها چی میخواید. آیا میخواید که من مثل ما با تو شریک باشم؟ عذابه 50-50 40-60. آیا میخواید که لیتیوم را که افتاده من کاری کرده نمیتونم، نه من انجینیرش دارم، نه فابریکیش دارم، نه سیستمش دارم، من کاری کرده نمیتونم، در زیر خاک افتاده. خب بیا تو امیر استخراج تو 50-60% هست، تو 40% شبه تکی من برای مردم زندگی بکنم، شهرم آباد کنم. تمام افغانستان شما ببینیم که شهرهایش سر سوزن، غیر چهار تا بلدین چیز دیگه جور نشد، نه سرک درست داره، نه زیربنا داره، نه پل پلچک درست داره. باز یک جایی اندانه پل درست میکنن، والیش میاید که خیزه کجستک میزنه که برادر یک پل هست، امروز اینا مردم از این سون دریا به اون سون دریا میرن. شما در کشورهای دیگه ببینید که میلیون ها تا پل وجود داره، اینا یک پل برای خود شما میکشن. او را هم ببینید که یک انجیو پیسه داده، نمیشه دزدی کرده، والی نمیشه، معاونش از یک چیز ساختگی درست کردن، چنانچه در کنار دیدیم که پل افتاد و کلاپس کرد. خب ما که یک آدم است درست نکردیم، نه یک آدمی که بره فقط فکر هوش و گوشش همی باشه که قوم خودش. ولی بعضی ها میگن که چرا موضوع قوم رو پیش میتونیم. خب ولی شما در این طول 20 سال ببینیم که چی اتفاقاتی افتاده.
چی قضاوت کنیم؟ کسایی که وجدان دارن چی قضاوت کنن؟ کازمیر اینا کشتن، ترور کردن، داود داود اینا ترور کردن، کسانی که واقعا مملکت خود دوزارن، احمدشاه مسعود اینا ترور کردن، استاد ربانی اینا ترور کردن، جناب شاهجان اینا ترور کردن، از دست اینا کسی آرام نمیمانن. و آقای کرزی با بیشرمی تمام این مکار قرن 21 به وزیر دفاع امریکا میگه که تمام مشکل افغانستان از مردم شمال است. همین شمال که آقا را آورد، همین شمال که همین آقا را گفت همین رئیس جمهور باشه، همین آقایی که امروز همگی آقای قانونی و دکتر عبدالله و اینا را خائن میگن به خاطر که در بن حکومت بر از اینا دادن. آقای استاد ربانی از نظر قانون بین المللی رئیس جمهور افغانستان در طول تمام دوره طالبا بود و وقتی که طالبا مزبر است هنوز رئیس جمهور برحال بود نظر به قانون، ولی او را گفتن تو کنار برو به خاطر که ما آقای کرزی هم میریم. دیروز یک ویدیوی برای آقای کرزی درست کردم که آقای کرزی رو بشناسید، نشان میده که آقای کرزی کی هست، در پاکستان چی کرده، پدر از کی بوده، بازی آدم به هندوستان رفته، دیپلماسی خوانده. اگر آقای کرزی دیپلماسی خوانده باشه شما هر جزایی که میتونید برای من قبول دارم. 6 سال انگلیسی خوانده آقای کرزی و هم کلاس از این حمید المندی است، شما میتونین از او پرسان کنین. آقای کرزی در این ویدیویی که به چینل برش درست کرده 2 تا خانم داره عزیزان. خانم اولش خانمش اولاد نمیشد، فعلا همراهش هست، در خانه زندگی میکنه. این خانم دیگه خانم دومش است. هیچ وقت در میدیا نگفته که من 2 خانم داشتم. باز بریم به اسناد مراجعه کنیم. سوم دیگه میگه من آمدم برای یک سفر 3 ماهه در فرانسه ژورنالیسم خواندم. من نمیفهم که کورسای سلمانی است. در امریکا کورسای سلمانی 6 ماه. اینه فکر کنیم که آقای اشرف غنی امی آقای کرزی برای 3 ماه آمده در فرانسه ژورنالیسم خوانده، یعنی از کورس سلمانی هم کده یک کورس دیگه است که شما میتونین که رشته ژورنالیسم بخونین. 3 ماه سلمانی یا به قول مردم های گذاشته دلاکی در امریکا 6 ماه. یعنی شما میخواین سلمان شوین که کار است، یک رشته است. بسیار دختر خانم ها، بسیار آقایون رفتن، بسیاریشان ایر استایلر شدن پیش رفتن، ولی 6 ماه شما میتونیم که سلمان شوید متقدمی. ولی آقای کرزی در 3 ماه ژورنالیسم خواندن. حالا ما میگم داستان 3 سال چی هست، 3 ماه چی هست. در زمان طالبا استخبارات جهانی یک ده از کسایی را استخدام کرد. از امریکا هر چی مردمی از وردک بود حدود 240 نفر از اینا را استخدام کرد که شما میرین در مابین نقاط مختلف افغانستان یک کلینیک جور میکنین. این کلینیک ها یعنی که شما مردم کمک میکنین، ولی تمام گزارشات از اینها برای طالبا بود و برای دولت استخبارات آمریکا و ایسای بود که اینها برشان پول هم میدادن، معاش خوب هم میدادن که ما میتونم که 7-8 نفر از اینها را اسم بگیرم که فعلا در واشنگتن، در دی سی، در لس آنجلس اینا زندگی میکنن. تنها از این مردم وردک برای شما میگم، حالا مردم وردک کار نشن که چرا وردکی ها را میگه، بخاطر که وردکی ها در استخبارات افغانستان هم بودن، در استخبارات داود خان هم بودن، در استخبارات فعلی هم هستن و در استخبارات آیسا هم هستن، در استخبارات امریکا هم هستن، چون اینا یک سابقه داره با زمین طبقه را میارن. بعد از اینکه اینا را وقتی که استخدام میکرد به کشورهای اروپایی یا آلمان یا فرانسه برای مدت 2-3 هفته، 4 هفته و 1 ماه، شاید هم 3 ماه با گفتی آقای کرزی، اینا را میفرستن که در اونجا اینا یک ترینینگ میدیدن. اینا یک ترینینگی داره در اونجا میدیدن و بعد از او اینا را میاوردن میرتن کلینیکا را برشان باز میکردن. آقای کرزی 3 ماه کورس را که در فرانسه برش دادن ژورنالیسم نبوده، درس هایی رو دادن برش که چطور بر استخبارات شان و بر استخبارات اینا که با هم
در بعض مسائل با هم شریک کردن، شما استخبارات فرانسه باشین، استخبارات آلمان باشین، استخبارات حتی ایسای پاکستان باشین، یا MI6 انگلستان باشین، یا از اسرائیل باشین، یا از سازمان سیای امریکا باشین، کلیشان در موضوع افغانستان یکی از او طریق میره، یکی از او طریق، یکی از طریق از او کشور، یکی از طریق از او کشور. اگر آقای کرزای مکار سه ماه جورنالیزم نخونده عزیزان، این سه ماه رفته که بعضی کلاس های استخباراتی رو دوجه برش قانون قوانینش یاد بدن که چی کنن. با حول حاض اینها کسانی نیستن، آدم هایی نبودن اینها. باور کنیم که همین خود عبدالعثمان کرزای افراختی ترور میکنن، از طرف همین پاکستانی ها و طالبان ترور میشه، به خاطر از اینکه میگه که خب این آدم بالاخره پیوندهای سیاسی با خاندان شاهی داره و سالها نان نمک رضای شاه را خورده و در دولتش کار کرده، در شورا بوده، یک سلسله مسائل میفهمه، یک سلسله مسائل وطنی خودم دوست داره. مشکل است که پدر از زیر دوباره بیاریم در استخبارات، خب اونا در استخبارات قسم دیگه بودن، ولی پاکستان و ایسای آمریکا دیگه به او اعتماد نکردن، گفتن خب ایره بکشین بچه شو داریم. عبدالعثمان کرزای ترور میکنن در پاکستان، مثل آقای غروال که در پاکستان توسط حزب گلبدین ترور شد، اینا رو ترور میکنن، میگه خب بهترین کی است که بچهش هم مقدماندانه شده، بچهش هم مال پدرش ترور شده، باید چی کنیم؟ یا خب پدرش کی کشته؟ یا مجاهد کشته، یا طالب کشته، یا ایسای پاکستان کشته. پس پسرش میای با ایسای پاکستان هم کاری میکنه، با طالب هم کاری میکنه، با مجاهدین هم کاری میکنه، به خاطر از اینکه میرش در هندوستان و در فرانسه ایره تربیه کردن، قسمی که خودش اقرار میکنه که من سه ماه رفتم به فرانسه ژورنالیسم خوندم. به هر صورت عزیزان، حرف این هست که اینها در این کشور مصدر خدمت نمیتونن شون، اینا دستشون جای دیگه گیر هست، اینا منتالیتی. شما دیدین که برای آقای احمدعلی مسعود میگه که ما همه شما را از بین میبریم، یک آدم مریض، یک آدم روانی، یک آدم عقده‌ای. خب اینا، خب ما که میفهمیم بک‌گراند اینها را، شما فکر کنید اینا جز برای باداران خود برای کسی دیگه خدمت نمیکنن. دو غرب می نشستی که آقا شما که در افغانستان آمدین بیاییم بیشینیم روی یک میز، چی می خواهیم از ما؟ از این کشور چی می خواهیم؟ می که ازش می خواهیم شوروی با تو شریک می شود. منابع زیرزمینی لوگر می خواهی چین با تو شریک می شود. لیتیوم هلمند می خواهی آقای امریکا و انگلیس که تو شما شریک می شود. پینجا فیصدش از شما، پینجا فیصدش از ما، ولی بگذاریم که مردم ما راحت و آرام باشه. ما که نمیتونیم نفت خود استخراج کنیم، ما که نمیتونیم گاز خود استخراج کنیم، ما که نمیتونیم لیتیوم خود استخراج کنیم. این خدمت شما عزیزان که ما بارها میگم مار پنجا کلایی و ای آقای غنی، اینها برای کشور، برای مردم این کشور جنایت کردن. شب که خواب میکنن بی بی گل برش میگه که سبا چی میکنی؟ گفتی اما مردم لغمان ما که یک مثال دارم، سبا سه سال بود، سبا چی چال است؟ میگه کرام الدین رو لشکر کش میکنیم، سبا چی گپ است؟ داود رو میکنیم، سبا چی چال دیگه داری؟ داوودزای شاروال میسازیم 800 میلیون دلار نان خشک به مردم سرش میکنیم، دیگر رو چی دارید؟ دسترخان ملی دارید. باز اونو آقایی که دوستان عزیزان و نزدیکان خودش آقای عبدالله صالح، شما ناراحت نشین از حرفایی، حرفایی هست که ملت دیگه میخواین بفهمن بدانن. شما یک بار با آقای کرزایی گفتین که سر کیر از پنشیر لازم داری که برات بیارم، حرف خودت است.
در خاطر که امروز از موترشویی آمدی به کجا؟ معاون اول رئیس جمهور. وجدان هم خوب چیز است دوستان عزیزم. با اول حاض برمیگردیم روی موضوع مردم افغانستان در هر گوشه و کناره که هستن. چی در جنوب هم ما ایتا نمیگیم که مردم جنوب ما در بدبختی نیستن، خیلی در بدبختی هستن، اونا هم باید استادگی کنن مقابل این همه زورگویان و این همه کسانی که صرف خدمت در بادرانشان میکنن. آیا شما فکر نمیکنید که شیخ محمد نوکر انگلیس است؟ نوکر انگلیس هست، ولی بادار خودم راضی میسازم، مردم خودم راضی ساختم. هیچ شیخ عربی از خاندان محمد نیست که میلیاردر نباشه و انگلیس هم راضی ساختم. امروز زیادترین سرمایه را شیخ محمد در انگلستان سرمایه گذاری کرده. همی مسابقات اسب دوانی که میشه، همی بزنس یا تجارت، همی تمام رشته، اما کلاب یادم خریده، اونجا هزاران نفر انگلیسی کار میکنه، اینه می برای زو خدمت هست، یک اندازه سرمایش باید ببره در اونجا سرمایه گذاری کنه که بادارش هم خوش باشه، خودش هم راحت باشه و خوش باشه. شما فکر میکنین که پاکستان وقتی رئیس جمهورش انتخاب میشه مثل آقایی که فعلی هست یا مثل نواز شریف یا حتی مثل مشرف، اینها کلش تصدیق میشه از عربستان سعودی از شیخای عرب که کی در پاکستان در رأس باشه که برای ما خدمت کنه؟ در اوکراین فعلا همین موضوع هست، در بسیاری کشورهای جهان، کانادا. شما فکر میکنید که دولت کانادا بدون انگلیس آب خورده میکنه؟ ببینید دنیا به این شکل هست. آدم هوشیار، سیاستمدار هوشیار، تاجر پیشه و فکر تجارتی هم داشته باشد، توانمندی خود ببینه که چقدر وزن میتونه بالا کنه. ولی متاسفانه در این 20 سال اخیر مردم ما بدبختر، نارامتر، اقتصاد خراب، نه سرک، نه بهداشتی، نه آرامش، هیچ چیزی این دو تا شخص برای ما نگذاشت. به هر صورت عزیزان، شما خود آدمای عاقل و دانشمند و فرهیخته هستین، شما خودتان میفهمین همه موضوعات. بعضی دوستان میگه که چرا تنها از شمال یا از این مردم، به خاطر که همین مردم فعلا در بدبختی هست. دیروز شما اخبار دیدین که مردم جلریز در چی بدبختی هستن؟ خب این دولت لشکرکشی میکنه و سر آقای ترامدین کریم رو در منطقه طالبا در 3 کیلومتری بلخ، در 3 کیلومتری میمنه و جوزجان از بالا میبینن، از پایین هم میبینن. ببینیم بارها گفتیم زیر کاسه نیم کاسه هست، زیر کاسه نیم کاسه هست. عزیزان گل، دوستان عزیز، بیننده های عزیز، باید همگی دست به کار شویم. نقطه مهمی را که خواستم خدمت شما عزیزان یک اندازه تشریح کنم که کنفرانس ژنو تا 10 روز دیگه، قسمی که هنوز ما مشخص نکردیم که چند روز دیگه، ولی گفتن حدود 8 روز دیگه یا 10 روز دیگه
آقای اشرف غنی به یک تعداد دوسیه ها لازم دارد که میخواید بیاید در کنفرانس ژنوا و باز کل هر جامعه بین المللی بگیرد. دقیق کارهایی را میکنه که در کنفرانس لندن صورت گرفت. وقتی که اینا میرن در کنفرانس ژنوا و اونجا نماینده های کشورهای دونر نشستن، اونها سوالاتی دارن و باید ایشان بر اونها دلایل بیاره و اسناد بیاره که اونها ببینن که اینها خب اونها سند کار دارن، اونها منافع شخصیشون مشخص است، ولی میخواین که یک روند قانونی را ایجاد کنن که پولها را به افغانستان بدن. در غیر از اون که دیگه کشورها که نمیتونن که هر کدام از کسی خلیفه بباشه، باید یک سندی را درست کنن، باید یک موضوعی را درست کنن که آخری کمک هایی که برای افغانستان صورت میگیره همین کنفرانس ژنوا است که قرارشون میگی تا نوروز دیگه آقای غنی باید بیاید به این کنفرانس. وقتی که در این جمعه این خب اینا میگن شما این پول هایی را که ما در کنفرانس قبلی داریم شما چی کردیم؟ چی دستاوردی داشتیم؟ خب میارم میگه اینا بی بی گل است، خانم زهره یوسف هم در کنارش مشاورش است، 280 میلیون دلار کشه برای زینا ما بودجه دادیم، اینا شرایط را برای خانم ما آماده کردن، اینا ورکشاپ هایی را آماده کردن، اینا نمیفهمم زن آل خودش کفتر میپرانه و طلاق میگیره آزادی خود داره، زن منعیس والی معاون والی مقرر میشه، دختر افغانای ما و افغانستانی های ما فوتبال میکنن، نمیفهمم خانم ها در ارگان ها کار میکنن، خانم ها در پلیس هستن، خانم ها این در کش آمدن، این کارا را در قسمت خانم ها که میگین ما 280 میلیون دلار شما را در اینجا خرج کردیم. اینا که نمیگن که مشاورش 30,000 دلار معاش داره و خانم 100,000 دلار معاش داره و این پول ها کجا میره و این گیما را خوب نمیگن، باید سند نشان بدن. خب میگن دیگه سوال میکنه که شما در فساد اداری چی کردید؟ خب در گذشته که گفتن که آقا ما کابل بانک دیدیم که یک بانک بود که پولای مردم را میخواست دوزی کنه و دوزی کرده، ما او را گرفتیم بندی کردیم زندانی ساختیم کرد توسط محکمه بندش کردیم و بانک از پیشش گرفتیم. این بزرگترین دستاورد است پولهای شما را که میگین ما در این مقای نه دستاورد داریم. تو خونه میگه که پیاده هم رشوت میخوره و والی هم رشوت میخوره، کرسی ها خرید و فروش میشه، اینا را که به جامعه بین الملل اینا نمیگه. میگن در گذشته در کنفرانس بن آمدن گفتن که ما این کابل بانک یکی از بانک هایی که پولهای شما را دزدی میکرد ما گرفتیمش. آله میگه در قسمت موضوع خانما اینه، یک آقای به نام کرام الدین کریم به یک دختر میخواست تجاوز جنسی کنن، اینه سند که ما یادم رو میخواییم بگیریم که متاسفانه در این قسمت ناکام مونده، چون گزارشات که میایه آقای غنی گفته بود که آقای عبدالله سالی که حتما یادم رو بگیریم که ما سند کار داریم برای کنفرانس ژنوا که اینه ما یک نفره که تقاضای جنسی از کارمندان فوتبال از دخترها کرده، ما اینقدر از دخترها و زنها دفاع میکنیم. و می شکل اسناد دیگه را که ما ارزش های دموکراسی داریم، انتخابات داریم، نمیفهمم این جوان ها به این سطح رسیدن، جوان ها را ما در سفارتخانه آوردیم، در سفارتخانه ها می بینیم که رشوت خوری سیر خونه میگن که در بون چه اتفاقی افتاد. دیروز یکی از دوستای ما از زنگ زد که رفته برای پاسپورت در کنسولگری لس آنجلس، تذکره هم داره، پاسپورتش اکسپایر شده، میگه برو در ماه جنوری بیا. اینا اونقدر مردم اینجا هم تقریبا فکر میکنه مال شاید شروع شده باشه یا شروع شوه همین پول گرفتن ها و بعضی کسایی رو پیدا کنن که خب افغانستانی های ما در امریکا و قدم نیاز ندارن به این چیزا، تنها کسایی که تازه وارد شدن تا پاسپورت امریکاییشون بگیره نیاز به پاسپورت افغانستانی دارن. در اروپا خیلی زیاد، چون اونا اگر نداشته باشن نمیتونن پناهندگی برن و سند ببرن، که حتی در اونجا نفر 500 دلار میگیرن و 1000 دلار میگیرن تا 12,000 دلار هم از مردم تقاضای پول گرفتن که اسنادش شما دیدین
این حرفا را که در کنفرانس ژنوا نمیگن که ما جوانای بی تجربه را که آوردیم که اینا کرسی ها را خریدن با واسطه آمدن، اینا را که ما نمیگیم اینا رشوت میخوره دوزی میکنن، یعنی یه کسی تو که در سفارتخانه ما در وزارت خارجه ما 50% جوانان استخدام کردیم. در پلیس در اردو نمیگه که امروز گزارش بی بی سی است که 50% پلیس افغانستان مواد مخدر میزنن، خودشان مواد مخدر میزنن، پس 50% دیگهش مواد مخدر میفروشن. اینه که با جامعه جرما با بین المللی و با کنفرانس ژنوا نمیگه آقای غنی. آقای غنی میگه که سعی کن که ما یک طبقه بسیار جوان روشن فکر آوردیم در پلیس، این از 300 نفر فارغ تحصیل شد، اون دخترهای مقبول مقبول ها میره نمایش میدن در اردو کنپی خار همش خانه نشین کردم، جوانان آوردیم سعی کن چه رقم فعالیت میکنن، میخواستن کرام الدین کریم بگیره، میخواستن این رو بگیره، میخواستن که سر بلخ حمله کنن در جان استاد عطا بره، یعنی جوان های روشن فکر، یعنی پول شما در اینجا میره. این همه گیمای هست. به او خاطر عزیزان من از شما دوستانی که در اروپا هستین امیدوار هستم که دست به اعتراضات بزنین و نگذارین که این پول ها را جامعه جهانی این بار برای افغانستان بتر که 5-6 سال دیگه شما در بدبختی خواهید بود. یک تصویر خدمت شما نشان میتونم، این همی آقای است که فعلا به زندان است، آقای ازمرای پیکان که خدمات خیلی زیاد کرده و خود آقای غنی برش تشکر نامه یا امو تقدیم نامه رو برش میتن. حال آمده که این قاتل است و این طالبان را کشته، باید این در زندان است. این بیچاره مریم برده افشاگری احمد زی را تایید کرد. ایره نمیگه در ژنوا، در ژنوا ایره نشان نمیده، در کنفرانس لندن نشان نمیده. مریم برده افشاگری های اخیر جنرال احمد زی مشاور ارشد پیشین اشرف غنی را تایید کرد. اخیراً جنرال حبیب الله احمد زی مشاور ارشد رئیس جمهور غنی طی مصاحبه در یک شبکه های تلویزیونی از حقیقت های مهمی که در ارگ جریان دارد پرده برداشت. حقیقت هایی که بیانگر عمق فاجعه در درون ارگ ریاست جمهوری است. او در این مصاحبه از دستبرد مستقیم در نتیجه انتخابات پارلمانی 1397 توسط رئیس جمهور و مشاورانش، راهیابی تعداد از زنان در بدل رابطه جنسی به پارلمان، ترویج سیستماتیک فحشا سوی ارگ، فسادهای گسترده مالی و پولی در قراردادها و پروژه های توزیعی و فروش پست های مهم دولتی از جمله پست های وزارت و معاونت ها توسط حلقه رئیس جمهور در ارگ و موارد خطرناک دیگر پرده برداشت که مصاحبه کامل آقای احمدزی در شبکه های اینترنتی بود. خب دوستان، آقای غنی ایره که در کنفرانس ژنوا نمیبرم که از هرگ ما رسپی خانه درست شده، ایره که نمیبرم. دوکنه نگه که دکتر خانم مریم وردک با مادرش زکیه وردک اینا رو که نمیگه، اینا رو محکمه نمی کنن، اینا رو دادگاهی نمی کنن، اینا رو توسط پلیس بین المللی به کشور نمیره. چند تای از این دروغ هست؟ چند تای از این فکر میکنیم که این آقای بیچاره که اگه آدم صادق بود کار کرد، هزاران نفر صاحب کار ساخت، پولهایی را که در شوروی پیدا کرده بود آورد در افغانستان سرمایه گذاری کرد، ایره به زندان فرستادن و کشتن به خاطر از اینکه از تبار خودشان نبود. ایره هم آقای نور دلاوری میتونه برای شما معلومات بده و پروسه ازی توسط امی تبار آقای غنی و کرزی به خاطر یک دستاورد برای جامعه بین المللی داشته باشه، بانک ازی را گرفت، یادم هم زهر دادن میگن و در زندان فوت میکنه و پولهایش هم بالا کشیدن. روی ازی آدم شاد، خیلی مرد بود، خیلی بهترین کارا را کرد، برای تمام معلمین حساب باز کرد، برای کارمندان وزارت معارف حساب باز کرد که پولهایشان دیگر در بوجی نره برای مردم معاش رقم قدیم باشه.
چابا چنه در تمام افغانستان روز کرد، سهولت هایی رو برای مردم ایجاد کرد، هنرمنده ها رو دعوت میکرد، تشویق میکرد، برای مردم قرضه میدادم. و آقای خود محمود کرزی آمد در مصاحبه خود گفت که کابل بانک یک موضوع سیاسی بود غیر قانونی، برادرم بانک از ایره گرفت، اگر قرضدار بود، اگر پول در بانک مرکزی از او اندازش بالا استفاده کرده بود میتونست که برش موقع بده، مهلت بده، ولی حق گرفتن بانک هم نداره. آقای محمود کرزی در مصاحبه خود در تلویزیون طلوع گفت. ببینید دوستان که اینا گیم هایی رو بازی میکنن، اینا این دختر خانم رو میبره نشان میده و باید تصویر درست شده. یک لحظه دوستان، این دختر همه برای تصویرش در کنفرانس ژنوا که نه پولیس های ما به این شکل تحصیل کردن، چهار چهار ما رفتم در ترکیه آمدم و تحصیلات کردم، پول هایی را که شما میتین ما در این را به مخارج میرسانیم، به خرج میرسانیم. و یک تصویر دیگر هم خدمت شما نشان میتونم عزیزان. آقای غنی این تصویر نشان نمیده. خب این ویدیو زیر بدن به شما نشر میکنم. این هم یکی از افسران است به مشکلاتی که داشته رفته عریضه کرده و تا وقتی که عریضه رو داده یکی از همون کسا که چرا تو شکایت کردی یا آمرش، این دختر خانم این خانم افسر سیلی زده لد کرده و نمیفهم تا ما ویدیوش بعدن به شما نشر میکنم که دیگه چی کارا در حقی خانم کرده. این نشان نمیده. آقای غنی ویره در ژنوا کنفرانس نمیبره، باید او دختر خانم رو میبره که با لباس لکس و با او زیبایی و با او مقبولی دوره در تلویزیون ها میارن پرمود میکنن، اونو تصویر میبرد از یکی از دوسیه هایش هست که به ژنوا نشان میده که ما به این تعداد پولیس های دخترهای جوان استخدام کردیم. و در پولیس دوستان عزیزان، ما برای شما یعنی چندین رقم، چندین نوع این اسناد رو برای شما میذارم، تفسیر میکنم براتون معلومات را که در دسترسم هست و گفته یگان امو برنامه های شوم اینها را برای شما معرفی میکنم که شما بهتر و خوبتر در کنیم. این هست واقعیت ها، این هست نوزهات سیاسی ما. این آدم ها نمیتونه برای کشور ما مصدر خدمت شود. اینا هدفشان چیزی دیگه هست، اینا از خود اراده ندارن، اینا یک گده آدم های خود فروخته شده که فقط به فکر خود قوم خود هست. حالا مردم میگه چرا قوم یاد میکنی؟ خب واقعیت هست. دیروزی که از دوستا برش گفتم که اگر هر زمان یک قوم دیگره برای یک قوم دیگره ظلم کنه، من طرفدار مظلوم هستم. خب ما میبینیم که در 14 طالب ها چی جنایت را کردن در شمالی، در کدامن، در مزار، در عقی هزاره ها، در بامیان، در هرات، و اون مردم در دفاع بود. باز حال میبینیم که چی جنایت نیست که اینا در حق مردم دیگر نمی کنن. واقعا دوستان باید دست به کار شویم همگی، ولی خصوصی موضوع تا
کنفرانس ژنوا خیلی مطرح بس است، خیلی مهم است. این دوسیه های تقلبی را که آقای اشرف غنی زیر بغل میزنه با تیم 100 نفریش میره به ژنوا، باز با اونجا بازه که زبان انگلیسی از این شروع میشه. هیچ مردم افغانستان عزیز ما نمیفهمن که چی گفت در اونجا. اونجا با فارسی و پشتو که صحبت نمیکنه، اونجا تیم میده که مرگ آدم فامیده و دانسته هستم. اونجا دیگه از این کارهای یعنی چهره این شیطان تغییر میکنه در اونجا پیش کنفرانس ژنوا. او دیگه باز این گپ لونگی و ایناش نیست، این کارا رو در اونجا نمیکنن. شما خوب گوش کنین، شما در این ویدیو متوجه شدین که آقای کرزی قتل لغت و خونش میزنه که چی کردی؟ این کارها رو در ژنوا و در کنفرانس لندن اینا نمی کنه، با وجود دریشی میزنه و بوتلوکس میکنه. اون کار دیگه هم که کرد، یک دوباره شما رو براتون تکرار میکنم که عین مصاحبه را در یک رادیوی خارجی انگلیسی زبان کرد که زمان من قدرت در افغانستان رئیس جمهور شدم، 4 نفر فارسی و پشتو نشته کرده نمیتونست. این موضوع را دوسیه جور کرد، جوان ها را خواست، دیدن که یک مجلس گرفت که شما خود دست کم نگیرین. 20 سال پیش این مملکت کسی فارسی و پشتو نشته کرده نمیتونست. اینی اسناد جمع میکنن، اینی فریبکاری ها را میکنن، اینی دروغ ها را میکنن که با آقای دکتر عبدالله، امرالله صالح، اینا با آقای کرزی، با آقای سیاف، اینا همشان هم دست هستن، اینا هم میاین و اسناد جعلی و دروغین را که درست کردن با این کنفرانس های خبری خود میاره به ژنوا، با اونم دختر مقبول پلیس و با حمله و لشکرکشی و پنجشیر و جای دیگه که نشان بکنی این پول ها را بگیرن. اینی واقعیت های کارکت های این حکومت 20 ساله هست و شما مردم خودتان قضاوت کنین. آدم های فهمیده هستین، آدم های دانشمند هستین، آدم های هستین که در مسائل سیاسی میفهمین که این همه بازی و فریب و ریا در حق مردم این سرزمین چرا؟ به خاطر که اینی اشخاص های نادان هستن، اشخاص های فروخته شده هستن، اشخاص عقده‌ای هستن، اشخاص هستن که نه سیاست میفهمن. طرف سه ماه آمده به فرانسه استخبارات میگه که من رفتم ژورنالیسم خواندم. آقای اشمت خان و این مغز متفکر، این یک شرم‌آور یا جای خجالت است. در حالی که بعضی دوستان میگن که یک آقای در پاکستان و دفعنامه دکترای زیر نوشته کرده. مثل از یادم رو میارم و برای شما ویدیو میارم که در یونیورسیتی های امریکا چقدر افغانستانی های ما درس میتونم. آقای لطفی هست، آقای استانگزای، زمان استانگزای هست، صدها تا خود آقای همایون قیومی که وزیر مالیه شده آقای ده هاست که تقریبا 100 میلیون دلار رو دزدی کرده. به این شکل به صدها ما استاد داریم که در دانشگاه های امریکا درس میکنم، در یک رشته که در مخاطب نیازمندی همون شاگرده هست، یعنی جنرال انفورمیشن، کسی راجی به تاریخ، کسی راجی به رومی، کسی راجی به موضوعات خاورمیانه، کسی راجی به مسائل سیاسی، هر کسی اکسن داره و شاگرده من کلاس خود پورا میکنن، همون درسک های عادی رو میخوانم نگه اول میگن کنفرانس و سیمینار راجع به موضوعات کرد بزنید. یا آقا مغز متفکر نیست، این مغز گندیده است. فقط فریب مردم و خدمت به باداران شد. دوستان عزیز، برنامه ما وقتش به پایان رسیده. من متاسفانه نظر به اتفاقی که برنامه یک بار قطع شد نتونستم از دوستان تشکری کنم.
از دوست ما که آقای پارسی پور آمدن در برنامه شرکت کردن، جان سپاس آقای فیروز احمدی، از شما سپاس میکنم، محمد ناظر پروانتاب، آشم حفظل، عبدالغفار مجیدی، اینا کسایی هست که چند نفر رو من لسه شده اینجا میبینم، سپاسگزاری میکنم از ایشان. آقای زرف گفتم بله، آقای یادگاهی، ولی معمولا ما از ما را در فیسبوک در صفحه دیگه معمولا به خانش میگیرم میبینم، که متاسفانه این روز نتانستم. و بازم از دوستان عزیزانه که برنامه را توجه کردن جان سپاس، و میترفایی به خور شما عزیزان بوده باشه، و عزیزان حتما دست به اعتراضات بزنید، نگذارید که پول ها را جامعه جهانی برای افغانستان بده که 5 سال دیگه مردم شما را بدبخت بسازن. برنامه ما را با دوستانتان شریک بسازیم، در صفحه یوتیوب حامد قادری خراسان تیوی هم میتونیم مشاهده کنیم، و شما را به خداوند میسپارم تا فردا سر ساعت 10 پگاه. روز روزگار بر شما پرسرور باد.